بهبود وضع امنیتی و ابراز خرسندی شماری از شهروندان کشور. شماری از شهروندان در ولایت‌های مختلف کشور از تأمین امنیت در شهرهایشان ابراز خرسندی می‌کنند و می‌گویند پس از روی کار آمدن امارت اسلامی وضع امنیتی در مناطقشان بهبود یافته است. وضعیت نسبتا به حکومت جمهوریت خوب‌تر است. مثلا تا وقت قتل بود، دزدی بود. اگوی مثلا جرایم جنایی در ولایت ها وجود داشت، اما با آمدن امارت اسلامی نسبتا امنیت برقرار است. تو فضل خدا سه امنیت ده. هیچ چیز نشده. لما خیلی اون امنیت دیر خدا. خو کاروبار نشده. دل تا سړی وشته، هلته سړی وشته، دا هغې له نهاده اوس ماشاءالله وضعیت ښه شوی دی د امنیت له لحاظه. او اوس نه چاودنه شته، نه ځوانمرګی شته، خو یو دغه پکې شته دی چې د غلو دغه ستونزه ډېره زیاته شوې. در همین حال امارت اسلامی هم میگوید نیروهای امنیتی نقش اساسی در تامین امنیت دارند و همواره تلاش میکنند تا گروههایی که قصد بی‌نظمی در کشور را دارند دستگیر و به پنجه قانون بسپارند. در کل گفته میتونیم که امارت اسلامی در جلوگیری جرایم نقش اساسی را ایفا نموده و در بخش‌های مختلف کشور در شهرها و در شهرها و در قریه‌ها و تمام نقاط کشور جرایم کاهش یافته و هی تقریبا اگر بگوییم که بیخی به صفر نزدیک شده و هر روز ما میبینیم که نیروهای کشفی و امنیتی امارت اسلامی در عرصه‌های مختلف کسایی که مرتکب جرم میشن، جنایت میشن، او را دستگیر میکنند. اما یک شمار دیگر از شهروندان تدابیر امنیتی را بسنده نمی‌دانند و می‌گویند برای تأمین امنیت بهتر شهروندان باید روی مسلکی سازی و ظرفیت سازی نیروهای امنیتی بیشتر کار صورت بگیرد. خواست ما از منصوبین دولتی است که چون همه قوت و نیرو در دست از اوناست و میتونند که را به بهترین شکلش مدیریت کنند و با کم توجه و با کم پلانگذاری‌های جدید و با برنامه های جدید میتونند که همی جرایم جنایی را از سطح کابل به صورت کل برکنار بسازند. وزارت داخله، ریاست امنیت باید روی ظرفیت سازی پلیس و امنیت ملی کار زیاد بکنه، به خاطر از اینکه هر وقت که ما پلیس مسلکی داشته باشیم، یونیفرم نظامی درست داشته باشند، ما میتونیم که از این جلوگیری بکنیم و به خاطر از این یک پلان و پالیسی بسیار خوب و کوتاه مدت و همچنان میان مدت و دراز مدت ضرورت است که ما بتونیم به این هدف خود برسیم. از تأمین امنیت در حال ابراز خرسندی می شود که همین دو روز پیش در انفجار در مدرسه جهادیت در ولایت سمنگان 19 تن جان باختن و 25 تن دیگر زخمی شدند و تاکنون مسئولیت این انفجار را گروهی به عهده نگرفته است.